سرخط خبرها. واکسن شدن نزدیک به 2 میلیون نفر در کشور. جنگ در 18 ولایت. وزارت دفاع پشت شدن 572 جنگجوی طالبان خبر می‌دهد. طالبان با ورود به خانه دوستم در شهر شبرقان لباس مارشالی او را به تن کردند. ادامه درگیری ها در شهر طالقان، زندان تخار به دست طالبان افتاد. و سفارت آمریکا میگوید حملات طالبان بر شهرها با ادعای تعهد این گروه بر راه حل سیاسی مغایرت دارد. سلام و وقت بخیر. به خبر امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. مشروع خبرها. وزارت صحت عامه کشور اعلام کرد که تا کنون 1.8 میلیون تن در کشور واکسن کرونا دریافت کردند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه روز یکشنبه 17 اسفند به رسانه ها گفت که تا کنون دست کم 1.8 میلیون تن از شهروندان ملکی افغانستان واکسن کرونا دریافت کرده اند. با گفته آقای نظری در حال حاضر افغانستان 5.1 میلیون دوز واکسن در اختیار دارد که شامل واکسن استرازنکای هندی و جانسون آمریکایی می شود. با گفته وزارت صحت عامه روند تطبیق این واکسن ها ادامه دارد. این روند در کشور در پنجم ماه حدود سال گذشته آغاز شد. تا کنون کشورهای هند، آمریکا، چین، سویدن و ائتلاف جهانی واکسن به افغانستان واکسن کرونا کمک کردند. دولت افغانستان نیز بودجه ای را برای تهیه واکسن کرونا اختصاص داده است. وزارت دفاع ملی روز یکشنبه 17 اسفند اعلام کرد که در یک شب روز گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در 18 ولایت کشور دست کم 572 جنگجوی طالبان کشته شده اند. طبق اعلام وزارت دفاع در نتیجه درگیری ها و حملات متقابل نیروهای امنیتی دست کم 309 طالب دیگر زخم برداشته اند. این شمار از طالبان در ولایت های ننگرهار، لغمان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، قندهار، روزگان، هرات، فراه، جوزجان، سریپل، فاریاب، هلمند، نیمروز، تخار، کندوز، بدخشان و کاپیسا کشته و زخمی شده اند. طبق اعلام وزارت دفاع ملی مقدار زیاد از سلاح و مهمات گروه طالبان از بین رفته است. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. طالبان در یک شبانه روز گذشته حملات خود را به شماری از شهرهای کشور افزایش داده اند. این گروه مدعی تصرف مراکز ولایت های جوزجان، سرپل، قندوز و نیمروز است. پس از سقوط شهر شبرقان، مرکز ولایت جوزجان، طالبان وارد قصر مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در کارتیه 500 این شهر شده اند. تصاویر و ویدیوهایی از حضور طالبان در خانه دوستم در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. در یکی از این تصاویر دیده می شود که چند عضو گروه طالبان لباس نظامی و کلاه مارشال دوستم را پوشیده اند. شهر شبرقان از مدت ها به این طرف در محاصره طالبان قرار داشت. سرانجام این شهر روز گذشته به صورت کامل به دست طالبان سقوط کرد. همزمان با سقوط این شهر مارشال دوستم روز گذشته در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار و در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور به ویژه شهر شبرقان صحبت و گفتگو کرد. این در حالی است که در 3 روز اخیر مراکز 4 ولایت از جمله نیمروز در جنوب شرق، جنوب غرب و شبرقان، سرپول و قندوز در شمال و شمال شرق کشور به دست طالبان سقوط کرده است. تشدید جنگ در شمال طالبان وارد شهرهای سرپول و قندوز شدند. منابع محلی در ولایت‌های سرپول و قندوز تایید می‌کنند که جنگجویان گروه طالبان وارد مراکز این دو ولایت شده و بخش‌های از شهرهای سرپول و قندوز را در کنترل گرفتند.
اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل روز یکشنبه 17 اسد بر رسانه‌ها گفت که طالبان هم اکنون تمامی بخش‌های شهر سرپل به شمول ساختمان‌های ولایت و فرماندهی پلیس را سقوط داده‌اند. آقای خرم افزود که مسئولان و نیروهای دولتی به کندک مستقر ارتش در حومه شهر سرپل عقب نشینی کردند. او اما تاکید کرد که طالبان بر این کندک هم حمله کرده و درگیری میان دو طرف جریان دارد. عبدالحق شفق والی از سرپل در پاسخ کوتاه به رسانه ها گفته است که سرپل شهر سرپل بعد از 40 شبانه روز مقاومت شدید کردند. صبح امروز خط شکست و تصرف مخالفین در آمد. اما هنوز در حاشیه شهر هستیم، اما سقف و اداره منظم نیست. یک باشنده از شهر سرپل بر رسانه ها گفت که طالبان شهر را در کنترل گرفته و تعدادی از تاسیسات دولتی از جمله ریاست امور زنان سرپل را به آتش کشیدند. با گفته یا او درگیری ها در شهر همکنون فروکش کردند. در حال حاضر در ولایت شمالی سرپل به جز ولسوالی بلخاب دیگر تمامی ولسوالی های آن به شمول شهر سرپل در کنترل طالبان قرار دارد. اما قلوردی عملیات خاص با نشر خبرنامه گفته است که کماندوهای ارتش عملیات پاکسازی در مرکز قندوز را آغاز کرده اند. به نقل از اعلامیه این نیروها موفق شده اند که چهار راهی شهر قندوز را از نزد طالبان پس بگیرند. منابع محلی میگویند که زندان مرکزی تخار در شهر طالقان مرکز این ولایت به دست طالبان افتاده و زندانیان نیز فرار کرده اند. وفی الله رحمانی رئیس شورای ولایتی تخار بر رسانه ها میگوید که حملات طالبان روز یکشنبه 17 اسد به شهر طالقان شدت گرفته است. با گفته آقای رحمانی، طالبان پس از تصرف زندان تخار دروازه های زندان را باز کرده و همه زندانیان فرار کرده اند. آقای رحمانی می گوید که درگیری ها در بخش های شهر طالقان جریان دارد و در چند روز گذشته بر نیروهای امنیتی دفاعی و نیروهای خیزش مردمی تلفات وارد شده است. در حال حاضر تنها شهر طالقان مرکز این ولایت به دست نیروهای امنیتی است و دیگر همه ولسوالی های این ولایت به دست طالبان سقوط کرده است. و خبر اخیر این که سفارت آمریکا در کابل حملات اخیر طالبان بر مراکز شهرها را محکوم کرده و گفته است که این حملات با تعهد طالبان مبنی بر یافتن راه حل سیاسی از طریق مذاکره مغایرت دارد. این سفارت در اعلامیه حملات طالبان بر شهرهای زرنج، شبرغان و تلاش این گروه برای تصرف شهر لشکرگاه و دیگر ولایات را خشونتبار خوانده است. سفارت آمریکا همچنین اقدامات طالبان به منظور تحمیل اجباری حاکمیتشان بر مردم را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که این گروه نسبت بر رفاه و حقوق غیر نظامیان عمیقا بی‌اعتنا است و بحران بشری را در این کشور تشدید می‌بخشد. در اعلامیه این سفارت از طالبان خواسته شده است که برای خاتمه دادن بر رنج مردم افغانستان با آتش بس دائمی و همه جانبه موافقت و در مذاکرات صلح به طور کامل مشارکت کنند. طبق این اعلامیه راه حل سیاسی که در نتیجه مذاکره به دست می آید باید به نفع تمام مردم افغانستان باشد و نیز تضمین کند که افغانستان دوباره به پناهگاه امن برای ترستان تبدیل نمی شود. این در حالی است که اخیرا حملات طالبان بر مراکز شماری از ولایات از جمله هرات، قندهار، هلمند، نمروز، جوزجان، قندوز، تخار، سرپل افزایش یافته است. طالبان ادعا دارند که مراکز شهرهای زرنج، شبرغان، قندوز و سرپل را تصرف کردند. همزمان با این گزارش شده است که طالبان در مراکز شماری از ولایات ادارات دولتی را با آتش کشیده و مرتکب جنایت جنگی نیز شده اند. و دنبال افزایش حملات طالبان روزنامه ی تایمز گزارش کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده است تا از بم افکن های B-52 برای هدف قرار دادن موازی طالبان در افغانستان استفاده شود. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. این بود سرویس خبری امروز که تقدیمتان شد. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار. سلام پدر. علیکم سلام. حوالی لندن رسید؟ بله، خیر ببینید دخترم، بسیار در وقتی کم. به خاطر که این دفعه از طریق صرافی برادران سروری فرستادم. تا جای دیگر هم حواله میکند؟ بله، تمام شهرهای افغانستان و حتی کشورهای دیگر. بسیار خوب، بسیار خوب. صرافی برادران سروری انتقال پولتان را در کمتر از 24 ساعت از لندن به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می‌سازد. با ما در تماس شوید. 2044 20 82 57 35
و 47.